از ما از بین رفتند و دیگه فقط ما هستیم از نژاد انسان چه تهدیدی برای ما هست آیا ممکنه همین عاقبت هم گریبان ما رو بگیره و نسل فعلی انسان روزی از بین بره و حیات انسانی به خاتمه پیدا کنه و دیگه بعد از اون نسلی نباشه از نژاد انسان بله بدون تردید اینی که ما بقا پیدا کنیم شانسش بالا نیست شما نمیدونم میدونید یا نه خطر از بیخ گوش همه ما گذشته در سالیان دور در زمان جنگ سرد میان اتحاد جماهیر شوروی و ایالات متدی امریکا اتحاد جماهیر شوروی لحظه ای می میشه که این امکان داشته که دو طرف به سوی هم بمب های اتمی رو شلیک کنند یعنی اگر این حادثه رخ داده بود خطر از بیخ گوش همه گذشته و صدها و هزاران کلاهک اتمی منفجر میشد اصلا داغول میکرد حیات ما رو روی کره زمین ما در خطر هستیم اما نه تنها در خطر فیزیکی ما در معرض خطر فرهنگی هم هستیم اگر ما فرهنگ خودمون رو از دست بدیم ضد فرهنگ وارد میدان میشه و ضد فرهنگ میتونه ما رو از بین ببره اینی که کاملا این پرسش بجاست ما روی یک تناب داریم راه میریم باسی مراقب باشیم اینجاست که مهم هست که دست همدیگر رو بگیریم هوای همدیگر رو داشته باشیم آموزش رو فرهنگ رو تحصیل کردن رو یاد گرفتن رو تشویق کنیم و به ویژه آموزش لایک به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید نه چی اندیشیدن به من نگید اینجوری فکر کن یا اونجوری فکر کن به من یاد بدید چجوری فکر کنم که خود من هم کسی هستم و ما قرارید شبیه به هم فکر کنیم تمام زیبایی زندگی در این هست که آدم ها متفاوت فکر کنند رنگ حقیقت خاکستری است در انحصار کسی هم نیست اینه که دنیای ما زیباست اینه که من شبیه محسن نباشم محسن شبیه به مریم نباشه اما کنار هم باشیم اینه زیبای دنیا به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید و امیدوار هستم در آینده ای ایران در ایران فردا ما آموزش لایک رو وارد دبستان ها و دبیرستان های خودمون بکنیم لایک هیچ ارتباطی به کافر بودن نداره دشمنان علم لایک رو ترجمه کردن خدا ناباور لا داره نه اصلا اینطوری نیست یک واژه فرانسوی هست به معنای مردم هست در برابر کلیسای کاتولیک به ویژه در سال 1905 که قانونی در فرانسه به وجود میاد و این قانون کوتاه کردن دست کلیسای کاتولیک هست به من چگونه اندیشیدن رو یاد بدید به من چگونه ارزیابی کردن رو یاد بدید به من بال پرواز بدید اما بگذارید خود من پرواز کنم در هر آسمانی که دوست دارم در هر سپهری که دوست دارم لا